تو هفته‌ای که گذشت ایکس باکس سری دو ساله شده. توی این ویدیو میخوایم به این دو سال بپردازیم و ببینیم که ایکس باکس سری اصلا ارزش خرید داره یا نه. پس به ویدیو جدید اتاق بازی ما خوش اومدین. نسل نو بدون شک شروع سخت و عجیب و غریبی داشت. خیلی از گیمرها تا همین امروز هم نتونستن این کنسول ها رو با قیمت واقعیش تهیه کنن. اما نکته جالب اینه که هم ایکس باکس و هم سونی خیلی دارن خوب عمل میکنن. رقابت بین این دوتا برند خیلی با هم تنگاتنگ و برخلاف نسل های قبل، اختلاف توی فروش و خیلی چیزهای دیگه نزدیکتر از همیشه بوده. باید قبول کنیم که تهیه ایکس باکس راحت تره. ایکس باکس هم راحت تر پیدا میشه و هم قیمتش خیلی به قیمت لانچی که داره نزدیک تره. البته اونجوری هم نیست که همه جا قیمتش عالی باشه ها. ولی یه گشتی که توی فروشگاه آنلاین زدم، قیمتی که کنسول های سری داشتن خیلی نزدیک به قیمت جهانی این کنسول ها بوده. شاید الان خیلیاتون بگید که چون تقاضا براش کمتره خب قیمتش پایین تره. خب نه خیر، این ایده کلن رده، چون سری اس که برخلاف خیلی پیشبینی ها به شدت موفق عمل کرده، قیمتش تقریبا همون قیمتیه که مایکروسافت برای لانچ اعلام کرده. من فکر میکنم مایکروسافت با توجه به قدرت و نفوذی که داشته تونسته مواد اولیه بیشتری برای تولید کنسول هاش فراهم کنه. بذارین یه نکته جالب بگم که احتمالاً سورپرایزتون کنه. بر اساس گفته اسپنسر، ایکس باکس های سری تا به امروز موفق ترین کنسول هایی بودن که مایکروسافت تولید کرده، حتی موفق تر از ایکس باکس 360. البته این به اون معنی نیست که ایکس باکس داره میتره کنه، پلیستشن بدون شک بهترین عمل کرد رو داره، ولی طبق آمارها پلیستشن 5 تا به امروز حدود 20 میلیون کنسول فروخته و ایکس باکس های سری حدود 13 میلیون. خودش خیلی نزدیک هستن و این پیشتازی سونی ممکنه هر لحظه تغییر کنه. نکته جالب اینه که خیلی از این فروش عالی توسط سری اس محقق شده. مایکروسافت در این حرکت زیرکانه کنسول سری اس رو ارزون به گیمرها میده تا بتونه اونا رو به راحتی جذب اکوسیستم ایکس باکس بکنه و یه جوری سودش رو از فروش بازی و سرویس گیم پاس از اونا بگیره. حالا در مورد گیم پس جلوتر مفصل صحبت می‌کنیم. بذارین لوازم جانبی که برای ایکس باکس های سری تا به امروز عرضه شده رو هم بررسی کنیم. تو سال اول ما مموری های 1 ترابایتی رو داشتیم که قیمت 220 دلار رو داشت که خدایش هم خیلی گرونه. ما دست های ایکس باکس توی رنگ های مختلف رو داشتیم، اما امسال اوضاع فرق کرده. هدفون های وایرلس ایکس باکس رو داریم، کیفیت خیلی خوبی هم دارن و قیمتشون هم حدود 3.5 میلیون تومنه. همچنین یه ورژن جدید از دسته های الیت رو داریم که رنگشون سفید شده تا احتمالاً بیشتر به ایکس باکس های سری اس بیان. یه سرویس باحال دیگه هم مایکروسافت راه انداخته که البته برای خارجی است. شما میتونید دسته مد نظرتون رو هر جور که دوست دارید شخصی سازی کنید و دسته به همون شکل برای شما ارسال بشه. یه سرویس خیلی باحال که تا به امروز فقط داره توسط ایکس باکس عرضه میشه. حالا رسیدیم به بازی ها. تو سال اول ایکس باکس تو زمینه انحصاری زیاد جالب عمل نکرد، اما تو سال دوم شرایط خیلی فرق کرد. مثلا ما هیلو اینفینیت رو داشتیم که خیلی ها ازش لذت بردن، یا بازی داستفال رو داشتیم که تا حدودی کمبود بازی های داستان بیس رو روی این پلتفرم جبران کنه، یا گراندد رو که خود من دوست نداشتم. از نظر من هیلو با اینکه خیلی خوب بود ولی نتونست اون جوری که باید و شاید میخه ایکس باکس رو بکوبه. این بازی قرار بود یه بازی باشه که با آپدیت های مرتب مخصوصا تو بخش آنلاین تنورش همیشه داغ باشه، اما این بازی خیلی زود از زبون ها افتاد. امروز خیلی کمتر گیمریه که در مورد هیلو اینفینیت صحبت میکنه. البته آپدیت های جدید تو راه، قراره با این آپدیت ها تنور بازی دوباره داغ بشه. خدا کنه این اتفاق میفته، چون گیم پلی بازی واقعا خوبه. گراندت هم یکی از انحصاری های بزرگ ایکس باکسه که قرار بود جای فورد نایت رو روی این پلتفرم بگیره. خودم زیاد خوشم نمیاد، ولی این گیم حدود 13 میلیون پلیر فعال داره.
که خب یه رقم خیلی خوبه، مخصوصا برای یه بازی انحصاری. بازی هم روز به روز داره براش آپدیت های مرتب میاد و احتمالاً این موفقیت در آینده بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. کلی بازی خوب هم قراره برای ایکس باکس بیاد، مثل فیبل، پرفکت دارکنس، رد فال یا از همه مهمتر استارفیلد. بدون شک این انحصاری ها میتونن توجه بیشتری رو به سمت این پلتفرم جلب کنن. در کنار این مایکروسافت کلی استدیوی عالی و بزرگ هم خریده. بدون شک خیلی زود ما میوه این هزینه های میلیارد دلاری رو روی این پلتفرم خواهیم دید. بذاریم تغییرات سیستم عامل توی این دو سال هم بررسی کنیم. والا چیزی تغییر خاصی نکرده، ولی من شنیدم سرعت بوت کنسول سریع‌تر شده، یا مثلا ساپورت از دیسکورد روی این پلتفرم به مراتب بهتر شده. من شنیدم یک سری تغییرات خیلی بزرگ قراره در سال 2023 اعمال بشه. اطلاعات خاصی هنوز از این تغییرات توی دسترس نیست، برای همینم واقعا نمیتونم قضاوتی در موردش انجام بدم. خود من که منوی ایکس باکس رو زیاد نمیپسندم. یه سری چیزهای دیگه هم هستش که خیلی پیشرفت داشته، ولی خب راست کار ما ایرانیان نیست. مثلا سیستم فلود ایکس باکس گویا به مراتب از سرویس استریم پلی استیشن بهتره. خود من که هنوز ازش استفاده ای نکردم. و بالاخره رسیدیم به اصل مطلب، یعنی گیم پاس. بدون شک با ارزش ترین سرویس گیمیه که تا به امروز معرفی شده. ما کلی بازی داریم که در روز عرضه روی این کنسول قرار میگیرن و با خریدهای جدید مایکروسافت تعداد این بازی ها بیشتر هم میشن. خود من اصلا با این سرویس بود که به انجام بازی های ایندی علاقه‌مند شدم. ما نزدیک 25 میلیون سابسکرایبر روی این سرویس داریم. فروش گیم پاس روی کنسول های امسال کنتر از پارسال شده، که به خاطر اینه که تعداد ایکس باکس هایی که فروش رفته محدوده دیگه. اما از سمت دیگه گیم پاس روی پی سی داره خیلی سریع رشد میکنه. البته گیم پاس امسال یه سرویس جدید هم معرفی کرد، اونم سرویس گیم پاس خانوادگیه. با این سرویس شما یه مقداری پول اضافه تر پرداخت میکنی، ولی تا 5 نفر میتونن ازش استفاده کنن. این باعث میشه که گیم پاس حتی ارزون تر هم بشه. اگه بخوام کلی بگم، منطقیه که بگیم نسل نو تازه امسال شروع شده. با تمام شدن قرنطینه ها و بازگشت تولید به روال قبلش، دیگه داره دسترسی به این کنسول ها راحت تر میشه. اگه از ما میپرسید که آیا ارزش داره که ایکس باکس بخرید یا نه، جوابم اینه که بستگی داره. اگه دنبال انجام بازی های انحصاری با کیفیت هستی، بعید میدونم ایکس باکس زیاد به کارتون بیاد، حداقل تا حالا که انحصاری خیلی خارق العاده ای نداشته. اما اگه دنبال بازی انحصاری نیستید و میخواید با یه هزینه معقول گیم بزنید و حالشو ببرید، بدون شک ایکس باکس یه انتخاب عالیه که با گیم پاس میتونه شما رو مدت ها سرگرم کنه. خود شما چی فکر میکنید؟ آیا از خرید ایکس باکستون راضی هستین؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید.